درود به همه شما ورزشتیوبی های عزیز و دوست داشتنی. امروز یکی دیگه از مجری های صدا و سیما از کار کردن برای این رسانه ملی استعفا کرد. سعید اکبری مجری ورزشی شبکه 3 با انتشار یه استوری نوشت: پرسیدن چرا دیگه شبکه 3 نیستم. دلیل داشت. تصمیم گرفتم زیر بار حرف زور نرم و علیه ورزشکارای مملکتم صحبت نکنم. همیشه خودم رو نسبت به دوستی ها مسئول میدونم. بنابراین تصمیم گرفتم نوشته های پر از کینه و نفرت افراد ترسو رو تکرار نکنم. افرادی که جرئت ندارن حتی توی پیجشون علیه کسی حرف بزنن، ولی از مجریا میخوان حرفاشون رو تکرار کنن. امیدوارم یه روز تلویزیون ایران از این آدم ها خالی بشه. استوری که آقای سعید اکبری منتشر کرده نشون میده که همه مجریایی که هنوز دارن با صدا و سیما کار میکنن مجبورن بهشون باج بدن. بنابراین نتیجه میگیریم که هیچ مجری با شرفی توی صدا و سیما نیست و هر کسی که حاضر نشده شرفش رو بفروشه این رسانه ملی رو ترک کرده. خب بگذاریم. امروز پاسدار حسن امینی یکی از فرمانده های سپاه بسیجی ها رو دور خودش جمع کرد و به وقیحانه ترین شکل ممکن به مادر و همسر رضا شاه توهین کرد. این سپاهی حرفایی روی منبر یکی از مساجد زد که فقط از کسی که توی مکتب خامنه ای رشد کرده برمیاد. یه سلطنت طلب ها جالبه، بعضا یک سری گول کرده و از همه جا بیخبر میریسن رضا شاه، فلان شاه، روحت شاه، مثلا ای بدبخت، بزرگترین دوست ملت ایران همین پهلوی بوده. روزی که شاه همین روزهای آینده از ایران داشت خارج میشد 35 میلیارد دلار فقط پول نقد برد، من راحت دارم الان 13 میلیارد دلار سلطنت طلبه ها بردن، 384 چمدان پر از طلا و جواهر برد به جز پول های میلیون دلاری بانکای لندن و نیویورک. انقلابی ها وقتی کاخ مال شاه رو یکی پس از دیگری گرفتن رسیدن به کاخ مادر شاه، این پیرزن عجوزه 90 خورده ای ساله سینمای فیلم مستحجن داشت. اینا دنبال افت زنه، آزادی زنه. اندازه 10 سال ذخیره مشروبات الکلی و مواد غذایی داشت. یا مادر فرح، مادر خانم شاه در قادراتش داره میگه ما رنج میبردیم، شاه زنش را به رؤسای جمهور امریکا قرض میداد. قرض وقتی توله شاه با خودرگشون اون طرف نشستن آمادن که بیان خواهی انقلاب برده 40 سال اینا میگه 6 ماه دیگه تمامه، 3 ماه دیگه تمامه. الان میگن که امسال انقلاب بوده 50 سالگی کور خوندید شما. انقلاب اسلامی در اندازه همه طول این دوران ها صدها میلیون فدایی جان و تن تربیت کرده برای ظهور. ببینید با نائب امام حسین مسلم چه کردن در کوفه، ما افتخار ما اینه، شما افتخارتونی. اما از دیشب بود که خبر ترور قاضی صلواتی معروف به خلخالی دوم که تا به حال صدها زندانی سیاسی رو به اعدام محکوم کرده توی رسانه‌های مردمی منتشر شد. جزئیات خبر این بود که قاضی صلواتی توی مسیر و در حالی که داشته از محل کار به خونه برمیگشته به ضرب 5 تا گلوله کشته شده. اما وقتی من از این خبر اطمینان پیدا کردم که خبرگزاری قوه قضاییه بدون اینکه سندی ارائه کنه اعلام کرد قاضی صلواتی کشته نشده. این خبرگزاری اصل موضوع حمله به خلخالی دوم رو تکذیب یا تایید نکرد. اگه ترور قاضی صلواتی حقیقت داشته باشه میتونه یه پیروزی بزرگ برای مردم ایران در راه انقلاب. حمید فرخ نژاد در واکنش به انتشار خبر ترور قاضی صلواتی نوشت: مرده یا زنده زیاد مهم نیست، اگه این دنیایی خجالت زده باش وقتی خلخالی دوم لقبت دادن. اما امروز تولد دختر ایران حدیث نجفی بود، دختری که جونش رو در راه مبارزه برای آزادی داد تا خواهرش شیرین اینطوری براش جشن تولد بگیره. لای لای عزیز لای داران لار خدا خیرش ده هر کی که کردی گرده بار لالای شیرین و زبون خدا دردت و جون.
اما امروز توی فضای مجازی یک کلیپ دیدم که مردم یزد به مناسبت سالروز مرگ قاسم سلیمانی خیابون رو بستن و دارن به این صورت رقص و شادی میکنن. خیابون ملا صدرا 16 دی ماه مردم شبونه ریختن بیرون به مناسبت کتلت شدن قاسم سلیمانی داریم میرقصیم. زندگی توی ایران و زیر سایه جمهوری اسلامی اینطوریه که امروز به خاطر سالروز مرگ یه قاضی میرقصی و فردا به خاطر اعدام دوتا از برادرانت خون گری. امروز 17 دی ماه 1401 این فیلمو میگیرم برای گزارشگر من و تو. خطاب به مردم ایران خواستم بگم که سال 88 و همینطور سال 98 همه هم هشتگ اعدام نکنید زدن، هم شبکه‌های اجتماعی رو پر کردن از این خبر، همه باز اون همه از جوانامون رو اعدام کردن. الان تو سال 401 هم داره همین اتفاق میفته. حکومت آخوندی این نقطه ضعف از مردم گرفته که هر موقع به نارومی میرسه و به فروپاشی میرسه تعدادی از جوانامون رو اعدام میکنه. خواستم بگم نذارید اعدام کنن، با اعدام نکنید کسی به حرفتون توجه نمیکنه. تا کی میخواید بشینید تو خونهاتون بگید اعدام نکنید؟ تا کی میخواید بردگی کنید، نون بردگی بخورید، زیر بار ظلم باشید؟ یه بار برای همیشه بیایید همتون متحد باشید، همه ملت ایران متحد باشن. به خدا که بیرون کردن اینا هیچ کاری نداره، فقط میخواد همتون متحد باشید. امروز وقتی خبر فوت محمد مهدی کرمی و محمد حسینی رو شنیدم احساس کردم برادر خودم رو اعدام کردن و واقعا بغض همه وجودم رو گرفته. نذارید اعدام کنن، با اعدام نکنی چیزی درست نمیشه. بیایید تو خیابونا حقتون رو بگیرید، بیایید یه بار برای همیشه تمومش کنید. اما در حالی که همه داریم میبینیم زور سپاه فقط به 4 زندانی با دستای بسته میرسه، فرمانده‌های سپاه هر روز دارن برای آمریکا رجزخونی میکنن. بایدن گوش کن، اینجا ایران و سرزمین شهیدان است، اینجا کشورهای کوچکی نیست که با عملیات رسانه‌ای و انقلاب مخملی ساقط شود. اینجا عراق سال 2003 و کویت سال 91 نیست که CNN و فاکس نیوز با عملیات رسانه‌ای مانور کند و جبهه ها سقوط کند. اینجا کشور شهیدان است. برای فروپاشی باید از دریای خون گذشت و نه تو و نه از نام تو یارای عبور از این دریا را نداری. به خون شهیدانمان سوگند، اگر بخواهید در مقابل دین ما بایستید، در مقابل همه دنیای کوچک و حقیرتان میستیم.